یه سیستم پنوماتیک فوق العاده پیشرفته رو قراره امروز بررسی کنیم. سلام، یاسر نجفی هم ارادتمند شما، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. همیشه صحبت از کاربرد سیستم هیدرولیک و پنوماتیک میشه، خیلی موارد میاد وسط و میگن که آقا هیدرولیک کارایی بیشتری داره اما پنوماتیک تنوع بالاتری داره. مثلا اوکی، سیستم هیدرولیک رو توی پرسای هیدرولیک میتونیم ببینیم، یا به عنوان مثال توی تولید قطعات سنگین، یا حتی خیلی خیلی خاصم میایم از هیدرولیک استفاده میکنیم. نکته ای که از پنوماتیک توی خط تولید و قطعاتی که توی سرعت بالا قراره بدون وقفه کار کنه، با یه دردسر کمتر، با هزینه کمتر، خیلی مناسبه. دقیقا مثل همین سیستمی که یه نگاه کلی بهش بندازیم. این سیستم پنوماتیک در واقع میشه گفت خیلی وقته که داره انجام میشه توی دنیا، اما خب توی ایران معمولا کمتر استفاده میشه، شاید هم کمتر دیده باشی. اما با یه سیستم پنوماتیک و یکم روش های مکانیکی میتونیم یه درآمدزایی خیلی بالایی داشته باشیم. یه نگاه به عملکرد این سیستم بکن. ما یه سری لیوان هایی داریم که قرار روش یه لایه دیگه قرار بگیره، درست؟ برای اینکه یه همچین لیوانی رو تحویل دوستان فروشنده بدیم، باید از چند تا سیستم پنوماتیک خاص استفاده کنیم. این قطعه وسطی که دارید میبینید قالب این لیوانه، که چه کاری برای ما انجام میده؟ یه دونه لیوان رو از پایین توسط اون جکی که دیدید به سمت بالا حرکت میده. شما یه پرسی رو در نظر بگیر که دوتاش فک متحرک داره، خب پایینی جکش گوشواره، بالا هم همینه. به این مدل جک ها میگن این جک های گوشواره ای. با هر بار فرمان برای هر کدومش ما یه دونه شیربرقی تک بوبین گذاشتیم که میاد بالا. طراحی که ما انجام دادیم به این صورت، طبق درخواست مشتری میاد بالا، یکم در حد 5 سانت میاره بالا. روی این جک یه دونه مبدل حرارتی فوق العاده خفن نصب شده که جنسش استیل، خیلی هم گرون قیمته. این قطعه میاد یه حرارتی رو انتقال میده به لیوان که قطعه بالایی که میاد پرسو انجام میده دو جداره میکنه لیوان یه بار مصرف ما رو. حالا جداره دومش میتونه طرح دلخواه شما باشه یا هر طرحی که میخوای، یعنی یک لیوان با کیفیت تری رو در نهایت به خروجی خودش تحویل میده. حالا نکته ای که هست، مهمترین قسمتش اینه که ما بدونیم سیستمای پنوماتیک برای چه اصلی انتخاب میشه. یعنی شما کارتون رو باید در نظر بگیرید. خب ما تو این راه خیلی کمکتون میکنیم، اما برای خودتون هم شاید جالب باشه بدونید برای انتقال یه قدرت، یه کاری که میخواید انجام بشه، باید بدونید که برید سراغ هیدرولیک یا پنوماتیک. اگه خیلی ساده بهتون بگم، دقت بالاتری میخوای، قدرت بالاتری، هر کدوم این عاملا جداه ها، میتونید برید سراغ هیدرولیک. اما اگه سرعت بالاتر و ترتمیز بودن کار از لحاظ کثیف‌کاری و اینا میخوای کمتر باشه، قطعا سیستم‌های پنوماتیک جوابه. این دستگاه 24 ساعته داره کار میکنه و تقریبا هر 40 ثانیه یه لیوان خروجیشه، خیلی بالاه. شما بخوای این کار رو با هیدرولیک بگیری، خب عزا میگیری انقدر که طول میکشه، بعد برو بیار یونیت هیدرولیک، شیلنگای زیاد. این نهایتاً شیلنگاشو نگاه کن چقدر کمه. پس کار قابل اجرایی تریه نسبت به هیدرولیک و یه سری نکات داره که اونا رو سریع با هم بررسی کنیم. اولین موردش اینه که شما اگه سیستمای برقی میخواید برای نسبش، باید بدونید که پنوماتیک به شما زمانبندی دقیق تری هم میده، چون ترکیب با صنعت برق میشه، میتونید خروجی های مختلفی ازش بگیرید. مثل همین سیستمی که دیدید میتونیم زمان بندی، زمان قطع و بست، زمان اجرا رو مثل شیربرقی یا هیدرولیک رو به پنوماتیک هم تنظیم کنیم. پس از این عامل هم از هیدرولیک چیزی کم نداره. مورد بعدی اینه که آقا شما با یه کمپرسور مثلا 350 لیتری میتونید 3 تا دستگاه اینطوری داشته باشی، خیلی جالبه. و خروجی که از کمپرسورت میگیری میتونی برای چند تا سیستم مختلف با فشارهای مختلف داشته باشی. چطوری؟ با استفاده از یه قطعه جذاب به اسم رگلاتور. این رگلاتور مثلا سر راه یه خروجی شیلنگ گذاشتیم، این شیلنگ رفته رسیده به این سیستم دیگه، این سیستم داره با فشار 4 بار کار میکنه. کمپرسور ما ماکسیموم فشاری که تنظیم کردیم براش چنده؟
8 بار فشار. پس یه رگولاتور دیگه میذاریم یا رگولاتور اصلا نمیذاریم، یه سیستم دیگه‌مون داره با 8 بار کار میکنه. فشارهای مختلف با استفاده از یه دونه کمپرسور. اینم از جذابیت‌های سیستم‌های پنوماتیکه. جذاب بوده تا الان، یه چیزایی هم دستگیره شده، پس لایک این ویدیو جای دوری نمیره. ولی اما یه دونه جک دیگه تو این ویدیو مشخصه. یه بار دیگه نگاش کن. این جک فرمان و شیر کنترل فرمان نداره. اصلا هوایی هم توش نمیره، نگاه کن. پس چطوری به نظرت داره کار میکنه؟ دوست داری بدونی؟ کامنت بذار. یه مدل سیستم پنوماتیکو با هم دیگه بررسی کردیم تا دلت بخواد. پروژه‌های مختلفی که رفتیم و ویدیو گرفتیم توی کانال گذاشتیم. 400 500 تا ویدیو اکتیو در این کانال هیدرولیک و پنوماتیکه. با سابسکرایب کردن این کانال همه این اطلاعات رایگان در اختیار شما قرار میگیره. و اگه زنگوله رو بزنی متوجه میشی که ما هر روز یه ویدیو جدید و یک آموزش صنعتی دیگه به زبون خیلی ساده توضیح دادیم. پس حتما کانال ما رو دنبال کن، چون کلی ازش میتونی درآمدزایی به دست بیاری و میتونی خیلی خیلی راحت یه لول تو کارت رشد داشته باشی. مرسی که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. پیشنهادی، نظری، انتقادی هم بود باز میگم کامنت بذار. دوستتون دارم. خدا نگهدار.